با سلام خدمت دوستان عزیزم، در واقع با شادی و هیجان زیادی که در قلب ماست از تلوست، با انرژی عشق با همه شما که احساس میکنید به مکاشفه های لموریایی جدید کشیده شده اید ارتباط برقرار میکنیم. از طرف شورای 12 نفری لموریایی تلوس، پادشاه و ملکه تلوس، را و رانامو و همه برادران و خواهران سابق شما در تمدن لموریایی امروزی، به شما در قلب لموریا با شفقت خوش آمد میگوییم. ما در واقع بازماندگان آن تمدن قدرتمند هستیم و ما در این زمان مهم در تکامل زمین به شما نشان می دهیم که ما واقعی بسیار خوب و زنده در کوه شستا در کالیفرنیا پس از 12,000 سال زنده هستیم. پس از سالها دوری از جمعیت سطحی روی زمین، اکنون زمان آن فرا رسیده است تا دو تمدن ما دوباره با هم متحد شوند. یکی از اهداف اصلی نوشته های ما کمک به تأسیس بنیادی است که برای آمادگی برای ظهور نهایی ما در میان شما ضروری است. شب تاریک طولانی که ما را برای مدت طولانی از هم جدا کرده بود اکنون به پایان رسیده است. ما قصد داریم در آینده نزدیک در میان شما ظاهر شویم تا در عشق، خرد و تفاهم با کسانی از شما که آماده هستند متحد شویم. مایلیم آنچه را که از زمان غرق شدن قاره لموریا آموخته ایم به شما بیاموزیم و به شما کمک کنیم تا آن بهشتی را که برای خود ساخته ایم بسازید. ما راه را برای شما هموار ساخته ایم و هنگامی که در این سطح بالاتر از خرد و درک معنوی سهیم باشیم، برای شما بسیار آسانتر خواهد بود که راه ما را دنبال کنید. در طول مسیر دوش به دوش با شما قدم خواهیم زد. به ویژه برای ما دلگرم کننده است که اطلاعات خود را به چندین زبان منتشر کنیم، زیرا می دانیم که این اطلاعات به جمعیت بسیار بیشتری در این سیاره خواهد رسید. بسیاری از ارواح در کشورهای دیگر آماده و مشتاق هستند تا با ما و جنبه ای از خودشان که در قاره لموریا زندگی می کردند ارتباط برقرار کنند. بسیاری از شما که به این مطالب گرایش پیدا کرده اید تا به امروز اعضای سابق خانواده تان در تلوس یا در لموریای کنونی زندگی می کنند. این اعضای خانواده و دوستان شما را بسیار دوست دارند و در آرزوی ارتباط مجدد با شما هستند. بسیاری از مردم ما در تلوس که اعضای خانواده قبلی آنها در روی زمین زندگی می کنند، زبان شما را یاد گرفتند تا در زمان ظهور به راحتی با شما ارتباط برقرار کنند. از شما عزیزان خواهشمندیم اطلاعات ما را به دل بسپارید و برای ایجاد پل عشق و ارتباط بین دو تمدن آگاهانه تلاش کنید. این پل عشق و پذیرایی از قلب شما به قلب ماست که ما را به گونه‌ای ملموس‌تر به شما خواهد رساند. منتظر پاسخ شما هستیم. ما را در قلب خود بخوانید و ما در کنار شما خواهیم بود و سرود اتحاد و یگانگی خود را برای شما زمزمه می‌کنیم و می‌خوانیم. همه ما قهرمان پیروزی شما هستیم. ما همیشه در دسترس شما هستیم تا به شما در رسیدن به اهداف و خواسته های قلبی خود کمک کنیم. من آداما هستم، برادر لموریایی شما. بخش تقدیم از نویسنده.
من می خواهم این کتاب را به همه موجودات معراج که به بشریت و عروج این سیاره از آن سوی پرده کمک می کنند تقدیم کنم. به ویژه لورد مایتریا، لورد ساناندا، سن جرمن، الموریا، کوانیین، مادر مریم، کتومی و فرشته مایکل یا همون میکائیل. من میخواهم از مادر زمین به خاطر عشق و شکیبایی بی پایانش در فراهم کردن بستری برای تکامل روح‌هایمان، در به دست آوردن خرد و درک بیشتر قدردانی کنم. همچنین میخواهم از آداما، کاهن اعظم تلوس که با من بسیار محبت آمیز و صبور بوده است و به همه خانواده لموریایی هم در تلوس عشق و سپاس عمیق خود را ابراز کنم. برای بازگشت به آگاهی کامل به عنوان موجودات الهی ضروری است که اکنون شروع کنید و رهبری را به قلب واگذار کنید و اجازه دهید قلب دوباره حکومت کند، نه ذهن. پیشنویسی از آهنا مار از کتاب تلوس. فصل اول، درباره کوه شستا، تلوس و لموریا. کوه جادویی، اثر اورلیا. کوه شستا با شکوه ترین کوه است که در انتهای شمالی رشته کوه سیرا، نوادا، لنگر می اندازد. این شهر در شهرستان سیسکیو در شمال کالیفرنیا تقریباً 40 مایلی از مرز اورگان واقع شده است. کوه شستا مخروط یک آتشفشان خاموش است که تا ارتفاع 14162 فوت از سطح دریا بالا می رود و بزرگترین قله آتشفشانی در قاره ایالات متحده است. استادان معراج آشکار کردند که کوه شستا را می توان مظهر خورشید مرکزی بزرگ نیز در نظر گرفت. کوه شستا بیش از یک کوه یکی از مقدس‌ترین مکان‌های روی کره زمین است. این یک منبع قدرت عرفانی برای این زمین و کانونی برای شهر نور، برای فرشتگان، راهنمایان روحی، سفینه‌های فضایی و استادان عروج یافته از قلمرو نور و ابعاد مختلف است. کوه شستا همچنین خانه بازماندگان لموریای باستانی است. برای کسانی که استعدادهای روشنبینی دارند، کوه شستا در یک هرم بنفش قول پیکر قرار گرفته است که سنگ بنای آن بسیار فراتر از این سیاره به فضا امتداد دارد و ما را به صورت بین کهکشانی به کنفدراسیون سیارات برای این بخش از کهکشان راه شیری متصل می کند. این هرم شگفت‌انگیز شامل یک نسخه وارانه از خود است که به سمت پایین تا هسته اصلی زمین امتداد دارد. کوه شستا نشان دهنده نقطه ورود شبکه‌های نوری برای این سیاره است. این مکانی است که بیشتر انرژی ابتدا از هسته کهکشانی و جهانی قبل از انتشار به کوه‌های دیگر و به بقیه شبکه‌ها می‌رسد. بیشتر قله‌های کوه به ویژه کوه‌های بلند فانوس‌های نور هستند که شبکه‌های نورانی این سیاره را تغذیه می‌کنند. نورها و صداهای عجیب اغلب در کوه دیده یا شنیده می‌شود. ابرهای عدسی شکل، سایه‌ها و غروب‌های فوق‌العاده به حاله عرفانی آن می‌افزایند و روزنه‌ها و درگاه‌های زیادی به شهرهای بعدی وجود دارد که هنوز از زمان لموریا وجود دارند. کوه شستا خانه بسیاری از لموریایی های امروزی است که از غرق شدن قاره لموریا در بیش از 12,000 سال پیش باز ماندند. بله،
برادران و خواهران لمورویایی ما واقعی هستند. آنها به خوبی و از نظر فیزیکی زنده هستند و در یک بعد پنجم زندگی می کنند که هنوز برای چشم ما نامرئی است. ارتعاش سطح زمین در حال حاضر از بعد سوم به واقعیت بعدی چهارم و پنجم در حال انتقال است. ابعاد دیگر در اطراف ما وجود دارند، اما اکثر مردمی که در سطح زندگی می کنند هنوز آگاهی تکامل یافته‌ای برای درک آنها را ندارند. لموریان‌های باستان از سرنوشت نهایی سرزمین محبوب خود قبل از غرق شدن قاره خود آگاه بودند و از تسلط خود بر انرژی، کریستال‌ها، صدا و ارتعاشات استفاده کردند تا یک شهر زیرزمینی وسیع را با هدف حفظ فرهنگ خود خالی کنند و گنجینه‌ها و سوابق آنها را از تاریخ زمین باستان حفظ کنند. این بخش از تاریخ از زمان غرق شدن آتلانتیس برای بشریت گم شده. لموریا زمانی یک قاره وسیع بزرگتر از آمریکای شمالی بود که به بخش‌هایی از ایالت‌های کالیفرنیا، اورگان و نوادا و واشنگتن متصل بود. این قاره بزرگ بیش از 12,000 سال پیش در طی یک فاجعه عظیم یک شبه در اقیانوس آرام ناپدید شد. همه ساکنان زمین در آن زمان لموریا را سرزمین مادری خود می دانستند و هنگامی که زمین از دست رفت، غم و اندوه زیادی بر روی زمین وجود داشت. تقریباً 25,000 لموریایی توانستند قبل از غرق شدن سرزمین مادری همراه با مهمترین مراکز اداری مختلف خود به داخل کوه شستا مهاجرت کنند. عزیزانم، شما که این را می‌خوانید، اکنون در قلب خود می‌دانید که برادران و خواهران سابق لموریا هرگز شما را ترک نکردند. آنها هنوز در بدنهای فیزیکی و جاودانه اینجا هستند و در یک واقعیت بعد پنجم نامحدود زندگی می کنند. بومیان آمریکا بر این باورند که کوه شستا مکانی با چنان عظمتی است که وجود آن را تنها می توان به خلق یک روح بزرگ نسبت داد. آنها همچنین بر این باورند که یک نژاد نامرئی از مردم کوچک حدود 4 فوت قد یا 120 سانت قد در امتداد دامنه آن به عنوان نگهبانان زندگی می کنند. این افراد شگفت انگیز که اغلب با نام مردم کوچک کوه شستا شناخته می شوند فیزیکی نیز هستند، اما دارای ارتعاشی هستند که معمولاً برای ما نامرئی هستند. برخی از آنها گهگاه در این بود در اطراف کوه دیده می شوند. دلیل اینکه آنها از نظر فیزیکی خود را به بسیاری از مردم نشان نمی دهند این است که آنها یک ترس جمعی از انسان دارند. زمانی که آنها به اندازه ما قابل مشاهده بودند، انسانها در حق آنها بدجنسی می کردند. آنها چنان از انسانها ترسیدند که از سلسله مراتب معنوی این سیاره درخواست کردند تا فرکانس آنها را بالا ببرند. اکنون آنها نامرئی می مانند و می توانند بدون آسیب و در آرامش به تکامل خود ادامه دهند. گزارش های مبنا بر مشاهده نژاد پاگنده در برخی از مناطق دورافتاده کوه شستا به همراه بسیاری از موجودات مرموز دیگر وجود دارد. اکنون تعداد افراد پاگنده در سراسر جهان و اطراف کوه شستا بسیار کم است. هوش متوسطی دارند و قلبی آرام. آنها قدرتی را به دست آوردند که امکان نامرئی بودن را به میل خود فراهم می کنند. به این ترتیب
آنها می توانند از رویارویی با ما اجتناب کنند و مانند مردم کوچک از آسیب جسمی مسئله کردن و بردگی به نام علم جلوگیری کنند. ما هنوز به عنوان یک گونه واقعا درک نکرده ایم که مهمانان دعوت شده در این سیاره هستیم. ما مهمان مادر زمین، مادر مهربان خود هستیم که داوطلب شده است تا بستری را برای تکامل پادشاهی‌های بسیاری که در اینجا زندگی می‌کنند فراهم کند. انسان‌ها تنها یکی از آن پادشاهی‌ها هستند. این کاملاً در نظر گرفته شد و در ابتدا با آن موافقت شد که همه پادشاهی‌ها مورد احترام قرار گیرند و اجازه داده شوند که در این سیاره را به طور مساوی با یکدیگر به اشتراک بگذارند. مدت زیادی بدین گونه سپری شد. تا اینکه متاسفانه اکنون برای صدها هزار سال است که انسان‌ها با گستاخی فکر می‌کنند که ما نژادی برتر هستیم، که حق کنترل و دستگاری پادشاهی‌های دیگر را داریم. بسیاری از گونه‌های موجود در قلمرو حیوانات نیز نامرئی شده‌اند. آنها هنوز اینجا هستند، اما در فرکانس کمی بالاتر و بنابراین برای ما نامرئی هستند. فکر می‌کنید همه گونه‌های ظاهراً منقرض شده کجا رفتند؟ بسیاری از آنها منقرض شدند زیرا آنها تصمیم جمعی گرفتند که دیگر با ما تعامل نداشته باشند. آن گونه های جانوری که هنوز از نظر فیزیکی در اینجا هستند همیشه مورد علاقه و احترام ما نیستند. به قلب خود بروید. نحوه رفتار، استفاده و سوء استفاده از بیشتر حیوانات توسط این نژاد برتر را کشف کنید. امروزه چندین گروه روحانی در منطقه کوه شستا زندگی می کنند. حقیقت جویان که ندای کوه را در دلشان حس کرده و شنیدند، به این منطقه نقل مکان کردند و احساس می کنند بالاخره به خانه برگشتند. خاطره اجداد دوردست لموریایی آنها را به نقطه مبدأ سابق باز می گرداند. در یک روز صاف کوه شستا به عنوان یک جواهر سفید ایستاده است و از حداقل 100 مایل دورتر دیده می شود. افرادی که در نزدیکی زندگی می کنند داستانهای قابل توجهی در مورد آتش فشان 14,000 فوتی دارند. قابل توجه ترین داستانها افسانه‌های مردمی مرموز است که در داخل کوه زندگی می کنند. البته در فرکانس بود پنجم. گفته می شود که آنها فرزندان یک جامعه باستانی از قاره گمشده لموریا هستند که در اعماق کوه در خانه های گرد زندگی می کنند و لذت می برند از سلامتی نامحدود، ثروت و برادری واقعی. آنها فرهنگ باستانی خود را حفظ کردند. لموریایی هایی که در داخل کوه زندگی می کنند معمولاً به عنوان موجوداتی برازنده 7 فوت یا بلندتر با موهای بلند و موجدار توصیف می شوند. آنها گاهی لباس ها و صندل های سفید یا لباس های رنگارنگ می پوشند. گفته می شود که آنها دارای گردن و بدن بلند و باریکی هستند که آنها را با یقه های تزئینی زیبا از مهره ها یا سنگ های قیمتی تزئین می کنند. آنها حس ششم خود را تکامل دادند که آنها را قادر می سازد از طریق ادراک فراحسی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. آنها همچنین می توانند به دلخواه خود را از راه دور خارج کنند و نامرئی کنند. زبان مادری آنها زبان لموریایی است که سولارا مارو نامیده می شود. اما آنها همچنین به انگلیسی بی عیب و نقص با لهجه انگلیسی کمی صحبت می کنند.
آنها به دلیل زندگی در آمریکا یادگیری زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود انتخاب کردند. در حدود سال 1940 دکتر ام دوریو ادعا کرد که از لموریان‌ها در داخل کوه بازدید کرده است. او گفت که فضایی که به اون نشان داده شد حدود 2 مایل ارتفاع، 20 مایل طول و 15 مایل عرض داشت. او نوشت که نور درون کوه به روشنی یک روز تابستانی است و توسط یک توده نور درخشان غول پیکر که در مرکز آن غار بزرگ معلق است ایجاد شده است. مرد دیگری گزارش داد که در کوه شستا به خواب رفت تا توسط یک لموریایی از خواب بیدار شد و او را به داخل کوه به غار خود که با طلا فرش شده بود هدایت کرد. لموریایی به مرد گفت که یک سری تونل از آتشفشانها باقی مانده است که مانند آزادراه‌ها از زیر زمین می گذرد. جهانی دیگر در جهان. طبق گزارش ها لموریان ها تا 18,000 سال پیش بر انرژی اتمی، مهارت های تلپاتی و روشنبینی، الکترونیک و علم تسلط داشتند. بیشتر فناوری آنها از طریق فکر کنترل می شود. در زمانهای قدیم آنها قایق‌های خود را با استفاده از انرژی تابش شده توسط کریستال‌ها به حرکت در می‌آوردند. آنها از کشتی‌های هوایی برای سفر به آتلانتیس و جاهای دیگر استفاده می‌کردند. امروزه آنها ناوگانی از سفینه‌های فضایی به نام ناوگان نقره‌ای دارند که آنها با آن از کوه به فضا و از فضا به کوه سفر می‌کنند. آنها این توانایی را دارند که سفینه‌های فضایی خود را نامرئی و بی صدا کنند تا توسط ارتش محلی و ملی شناسایی نشوند. اگرچه آنها ماهیتی فیزیکی دارند، اما می توانند میدان انرژی خود را از ارتعاش سه‌بعدی به بعد 4 و 5 تغییر دهند و به میل خود مرئی یا نامرئی شوند. بسیاری از مردم از مشاهده نورهای عجیب در کوه خبر می دهند. یک توضیح این است که فضاپیماهایی دائما در اعماق کوهستان وارد و خارج می شوند. کوه شستا نه تنها خانه‌ای برای لموریان هاست، بلکه یک پورتال چندبعدی بین سیاره‌ای و بین کهکشانی است. بر فراز کوه شستا یک شهر نورانی بزرگ به نام شهر بلورین 7 پرتو وجود دارد. در مقطعی در آینده نزدیک امیدواریم طی 12 تا 20 سال آینده این شهر شگفت‌انگیز نور در قلمرو فیزیکی ما فرود آید و به اولین شهر نور تبدیل شود که به طور ملموس بر سطح این سیاره ظاهر می شود. برای اینکه این اتفاق بیفتد، مردمی که در اینجا زندگی می کنند باید ارتعاش آن را در آگاهی خود تطبیق دهند. شما به راحتی می توانید از منطقه کوه شستا بدون خواندن یا شنیدن در مورد لموریا دیدن کنید، اما اگر از قبل با آنها ارتباط داشته باشید ممکن است با برخی مکاشفات برکت داده شوید. کوه شستا بازدید کنندگانی را از سراسر جهان به خود جذب می کند. برخی به دنبال بینش معنوی هستند، برخی دیگر به دنبال لذت بردن از زیبایی‌ها و شگفتی‌های طبیعی هستند که مادر طبیعت در این منطقه کوهستانی منحصر به فرد ارائه می‌دهد. همه عاشق یک راز هستند، به خصوص معمایی در مورد کوه شستا. داستان‌ها و افسانه‌های جذاب زیادی در مورد این غول کالیفرنیای شمالی نوشته شده است. کوه منفرد همیشه بر روی اسرار در دست نخورده خود می‌خوابد، اما هر چند وقت یک بار داستان مرموز دیگری ظاهر می‌شود. گروه‌های جدیدی از شخصیت‌ها پدیدار می‌شوند و توجه دوباره به این کوه عرفانی معطوف می‌شود. این روشی است که برای سال‌ها بوده است و احتمالاً همیشه خواهد بود.
کوه شستا تمایل دارد خود را فقط برای کسانی که به زندگی احترام می‌گذارند و برای آنچه در حقیقت هستند احترام قائل می‌شوند و به زمین و سایر پادشاهی‌های مشترک این سیاره احترام می‌گذارند نشان دهد. لموریا هنوز هم تا به امروز وجود دارد در یک فرکانس بود پنجم، هنوز برای دید و ادراک این بودی شما قابل مشاهده نیست. آداما، پایان فصل اول.